برادران و دوستان خودشونو که تا دیروز با هم زندگی میکردن، برای هم دیگه جام میدادن، همدیگر رو برادر و رفیق و دوست صدا میکردن، شروع کردن به تصفیه ایدئولوژیکی. در جریان این تصفیه ایدئولوژیکی بود که شریف واقفی رو کشتن و بسیاری از کادرها رو قتل عام کردن. بعضیا رو آقای مشیری گرفته بودن، اینها رو کشته بودن، انداخته بودن توی گونی، بردن تو مسکرآباد سوزونده بودن. ای وای ای وای ای وای. بله. و اون افرادی بودن مثل خاموشی و اینا، و عرض کنم که وحید افراخته، اینا اون جناح کمونیست بودن که برادرها رفیقای خودشونو اون گونه سال 1154-55 اینا رو قتل عام کردند. و یک فاجعه ای بود حقیقتا، یک فاجعه بزرگی بود. یعنی میخوام من انصاف بدم که در این، یعنی کمونیستا بودن در هر خونه که کمونیست شده بودن، شمشیر کین کشیدن علیه برادران و رفیقای خودشون. بعد از اون سازمان مجاهدین خلق دیگه واقعا در خارج به یه مفهومی وجود نداشت. اون نایی که وجود داشتن کمونیست شده بودن و اسمشون گذاشته بودن سازمان مجاهدین خلق شاخه مارکسیست لنینیست. بعد این شاخه مارکسیست لنینیست اسمشو عوض کرد، شد سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، که سازمان بسیار بزرگ و افراطی شد که دیگه بسیار مشکلات به وجود آورد در جامعه ایران و بعد همه رهبران و اینا رو خمینی گرفت و اعدام کرد. این طرف سازمان مجاهدین خلق که در زندان بودن و از رهبری هم که تنها مسعود رجوی باقی مونده بود از اون سال 1950، ایشون با کمک از کنم خیابانی و دیگران و دیگران و جمله همین آقای عبدشمچی، اینا دوباره سازمان مجاهدین رو در داخل زندان شکل دادن حدود سال 1955، که بعد که انقلاب شد اینا آمدن بیرون دیگه. اون ارثیه سازمان مجاهدین خلق، اون ارثیه معنوی، اون نام پر افتخار مجاهدین خلق در اون دوره همه به اینها رسید. و در دور دومی که سازمان مجاهدین 1357 در جریان انقلاب دوباره شکل گرفت، دیگه حول شخصیت مسعود رجوی بود که این سازمان زاورد. یعنی با یه حالت کیشک پرستش شخصیت دقیقا این سازمان رو به وجود آوردن. در حال همونطور که خودتون فرمودید، من واقعا خودم به عنوان یه فعال سیاسی که هیچ وقت نه عضو مجاهدین بودم نه عضو سازمان فداییان خلق، ولی آقای مشیری حقیقتا من در طول این 30-40 سالی که تو این فعالیت ها بودم این بر اون ور، من افرادی به پاکی و صداقت اعضای سازمان مجاهدین خلق و فدایان خلق ندیدم. عجب. بسیار بچه های صادق از جان گذشته، بچه های بودن که درس های عادی خودشونو خیلی خوب خونده بودن، بچه های دانشگاه فنی بودن، بودن پزشکی بودن، دانشگاه حقوق بودن، همه بچه های تحصیل کرده، بچه های بسیار خوب، خانواده های بسیار سالم. ولی این داستان به ما یک چیز رو نشون داد آقای مشیری، که برای خدمت به جامعه، برای اینکه آدم یک سازمان سیاسی خوب بتونه به وجود بیاره، پاک بودن و سالم بودن و از کنم شجاع بودن کافی نیست. بله. که باید انسان فکر درست داشته باشه، فکر مدرن، فکر دموکراتیک، فکر سازنده شده باشه. و اون مسئله معروف که گفتن که جهنم رو هم، راه جهنم رو خیلی ها با صداقت هموار کردن. بله بله بارکلا، درسته، همین جوره. به یک نکته من اضافه کنم، در تمام این سالها که پراکنده من شنیدم صحبتهای آقای رجوی رو، یک بار من نشنیدم که ایشون حکومت ولایت فقیه رو به عنوان یک ساختار نفی بکنن. من نشنیدم که بگن این چیز خوبی نیست. و بعد از دوستانی که در عراق رفته بودن و سالها اونجا بودن، با خانومشون یکی از دوستان سنگر میکندن گویا چند سال، میگفتن که ما وقتی وارد شدیم برای توجیه به ما چند نوار دادن که چندین ساعت بود. در اینجا ایشون صحبت میکند و میگوید این حکومت ولایت فقیه بهترین نوع حکومت است، اما ملاها این را خراب کردن. این صحبت یکی از اعضای عرض کنم که مجاهدین بود. خواستم نظر شما را. آقای مشیری، من حالا با این صحبتی که آقای رجوی خب در نوشته هاشون هی به نظام اسلامی حمله میکنن، به خمینی، به ولی فقیه و به مسئولین حکومت دائم تو این 20 سال حمله کردن، ولی چیزی که بسیار اهمیت داره اینه که ساخت سیاسی خودشون، ساخت سازمان خودشون همون
چیزی هست که در جمهوری اسلامی وجود داره مگر آقای مسعود رجوی مقامش چیزی جز همین مقام ولی فقیهه؟ بله بله، هر سخنی که از زبانشون در میاد بیرون میگن یک حقیقت. این شما ببینید در اون درگیری هایی که در اون عملیات سال 1367 وجود آمد، اینا بعد از پایان جنگ ایران و عراق حمله کردن به ایران تو اون عملیاتی که میگم فروغ جاویدان حکومت هم میگه عملیات مرساد، در اون عملیات واقعا اینها رهبری اون 15,000 نفر مجاهدی که به ایران حمله کرده بود اونو داده بودن به دست این خانم مریم رجوی. ایشون هم یه آدمی هستش که اصلا آشنا به این امور نیست، دوره نظامیگری ندیده، باز اون یکی های فلسطینی این ورونوری یه دوره جنگی دیده بودن، یه دوره نظامی دیده بودن، ایشون که اصلا آشنا به این قضایه نبودن. خب ایشون مسئول و فرمانده اون عملیات جنگی کردن، این همه جمعیت اونجا کشته شد. بله. یک نفر جرأت نکرد به اینا بگه که آخه شما این اعضای این همه سازمان رو که فرستادید رو به کشتن دادید، چرا بر پای استراتژی غلطی نیمی از سازمان و اعضای ما رو اینجوری بردید و به دست اعضای جمهوری اسلامی به نابودی کشیدید؟ نه تنها چنین ایرادی نمیگیرن، بلکه خیلی جالبه در ستایش از مریم و مسعود به این گونه حرف میزنن، میگن ما تحت رهبری مسعود و مریم بوده که تا حالا نزدیک 150,000 شهید دادیم. ای 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 ای، عجب عجب مطلبی گفتین آقای عرسی. شما میتونید با همین دست بیاد که اینا چقدر سیاسی هستن، چقدر استراتژی سرشون میشه، چقدر مسئولیت سرشون میشه. دقیقا همونطور که عرض کردم جناب مشیری، اینا سازمان مجاهدین خلق الان تبدیل شده به یک سکت، خصوصیت یک سکت داره، روابط همه چیز خلاصه میشه در وجود رهبر مرید و مرادی. فرد زمانی که با عشق و عاشقی و با فداکاری خودش رو فدای رهبر میکنه، اون لحظه احساس میکنه که کاری انجام داده، من معنا نداره، همه چی ما هستش. شخصیت فرد به طور کلی در سازمان نابود شده و در وجود مریم و در وجود مسعود. من بسیار بسیار متاسفم، مثل از دالی که فرمودید، این تشکیلاتی که بهترین جوانان ایران، سالم‌ترین، مهربان‌ترین، از جان گذشته ترین افراد بله اونها بودند، الان به وضعی رسیدند که اینها برای بقای خودشون، برای اینکه بتونن برگردن در ایران دوباره به قدرت برسند، حاضر هستند که ملت ایران، مردم ایران زیر بمب و موشک و آتش و خون نابود بشن تا اینا برگردن اونجا قدرت به دست بیارن. خود این آقای مشیری قابل مطالعه است. بله. این خبر رو میده، این میده که اگر جامعه مواظب نباشه، آموزش دموکراسی، آموزش آزادی، فرهنگ مدارا وجود نداشته باشه، هر جامعه ای بهترین اعضا اون هم یک روز ممکنه در اثر آموزش های غلط، راه های غلط برن به بدترین مسیرها مبتلا بشن. بله، ممنونم از شما، خیلی خیلی توضیحات جالب و جامعی دادید آقای عرسی. دارم جناب مشیری، از شما هم سپاسگزارم. فقط همون صحبت همیشگیمون که به هر حال علاج این قضیه فقط پیشرفت صنعتی و اقتصادی و ثروتمند شدن جوامع اینا نیست. این اوضاع احوال تروریسم، این خشونت‌های قومی و مذهبی و سیاسی به ما یک چیز ثابت میکنه و اون نستش که ما به هر مرحله‌ای برسیم همیشه آماده هستیم که دچار انحراف بشیم، دچار خشونت بشیم. راه حلش هم فرهنگ مدارا، عشق به انسانیت، دموکراسی، آزادی، احترام به انسانه. ممنونم از شما آقای عرسی، شب شما بخیر. شب بر شما خوش. قربان شما. درود بر شما. هموطنان گرامی، صحبت می‌کردیم با دوست عزیز آقای محمد عرسی، مراتب مربوط به سپتامبر 11 و موضوع مجاهدین. وقتی من میامدم اینجا وارتان این نکته رو گفتن، آقا شما تبریک نمیگویید عید فطر، گفتن آقا این کارا کار من نیست، اساسا دین به مردم مربوط است. اما اگر یک سنتی در اون دین بود که به جامعه زیان زد، یک وقتی واسه در یک مجلسی نظر بدهند و قانون بشه که آیا میتوانند این ملت یک ما بیکار باشند، به ساختار اقتصادی مملکت لطمه بزنند که یک امر دینی است. این است که عرض شود، چون اجداد عرض شود که قدیم من از این کار بیزار بودند از ابتدا،
و هر کسی روزه میگیره مسخرش میکردن و اینها، و بعد هم این داستان باعث زیان جامعه است امروز، یعنی برای ایران ما و وطن ما زیانمند. یک ماه گرسنگی خوردن و تعطیل کردن و روزه گرفتن و سر کارخونه نماز خوندن، این چیزایی است که باعث آینده مملکت تصمیم بگیرن در مجلس که آیا میشود کارخانه را تعطیل کرد رفت به نماز، یا میشود روزه رفت سر کار. اینا قضایی است که به مردم مربوط هست. این قضیه است که از حیطه یک اندیشه دینی فراتر رفته، چون با زیان بسیار، زیان اقتصادی بسیار توأم است. باری وقت ما در اینجا به پایان رسید. روز دوشنبه خدمت خواهم بود. در روز دوشنبه هم که از کردم یکی از کتب بسیار قدیم رو میان خدمتون میخوانیم. تا روز دوشنبه با سپاس از وارتان گرامی و شما هموطنان عزیز و هم زبانان برنامه رو ببندیم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.